همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. بزرگ مهر حکیم، هیچ کسی تای کار رو نمیدونه چیه. وقتی که این فیلم در استودیوی ایران فیلم درست شد، ابوالقاسم رضایی که با من دوستی شده بود، به دلیل اینکه من برایش گفتاره انگلیسی گفته بودم، بعد این یه دونه قراردادی با کنسرسیوم بسته بود برای پروژه لوله گذاری از گچساران به خاری. یعنی پروژه بودش که فیلمی ساخته بود، کنسرسیوم گلستان ساخته بود برایشون، موج مجان خار رو ساخته بود، که منجر به این شده بود که در خارگ اسکله‌ای ساخته شده بود بهش میگفتن ال، اسکله یک بال داشت. این پروژه چم لوله کشی از گچ، عین همون اتفاقات مال توی بال فیلم موج مجان خار است که متأ از یه مناطق دیگر از گچساران رد میشه، میره باز از زیر دریای خلیج فارس رد میشه، میره به خارج میرسه و میرسه به همون اسکله و اون ال رو تبدیل به ت میکنه، یعنی اسکله دو برابر میشه. این فیلم پروژه چم عبارت از اینه. این دومی رو دیگه گلستان نتونست بود بگیره، دارم مال یه چیزای مال اون بود، نه هرچی بود نمیدونم چی بود، این رو ابوالقاسم رضایی گرفته بود. ابوالقاسم رضایی این فیلم که ساخته شد، وقتی اینو دید، خودش دید اینو، به من گفتش که آقا حالا میشه از تو من خواهش کنم که فیلم رو تو کارگردانی بکنی؟ گفتم چقدر وقت میگیره؟ گفت 5 ماه بیشتر کار نمیگیره. گفتم با جان و از خدامه. ما اینو گرفتیم، ولی 5 ماه فیلم چم، پروژه چم، شد چقدر؟ 5 سال. خیلی کارای سختیه اون کار. شما نمیدونید یعنی چی تو اون بیابون ها و اون جوشکاری ها و لوله گذاری ها و زیر آبی ها و یک مصیبت های هلیکوپتر ها و انقدر کارهای وحشتناک خطرناکی هم توش هست. شیرجه رفتن با هلیکوپتر، برو پایین، یارو میره، بعد بیچاره همون کار رو باز ما کردیم، هفته بعد همون کاری کرد و افتاد هلندیه مرد، همین کاری که با مثلا هلیکوپتر ما رفته بودیم اینو وادار کرد. بعد فهمیدم برای ما مثلا طوفان بلند میشد، ما باید بریم، رفتیم فیلم برداری کردیم توی خاک، می‌خوایم تو اهواز بشینیم، بعد باید بریم مثلا بریم توی مسجد سلیمان بشینیم، طوفان تو هواست رو نمیتونید ببینید. چه قصه های خیلی عجیبی بود. این 5 سال طول کشید توی گرماهای مثلا 60 درجه، بعد میرفتید تو بیابون. مونتوری که برای این کار آورده بود که کنسرسیوم ازش گویا خواسته بود، یه انگلیسی بود. ما اینجا کار مونتاژ رو تموم کردیم، فیلم آماده شد. ابوالقاسم رضایی بعد وقتی که فیلمو دید، خیلی خوب شد، خیلی گفت آقا ولی چیزه، گفت آقا شما یه خود اینجا باشید کنسبازی در بودید از بابت طول شات ها، چون شات ها اون موقع فیلم ها دقیقه ای پول می دادن. مثلا این سایی که ما آمدیم یه ریتم چیزی درست کردیم براش، و آقا نه نمیشه، اومد این خیلی از این شات ها رو برداشت، مثلا فرض کنید که مثلا نیم دقیقه بود، کرد مثلا 3 دقیقه، و از این 3 دقیقه ها و 2 دقیقه ها تکرار شد، در چه فیلم حدود 20-25 دقیقه بهش اضافه شد. در واقع ریتم مورد نظر من اونجا اعمال نشد. هر روز نزدیک به 2 کیلومتر خط لوله بر کف دریا می نشینند. عکس برداری از مفصل ها از مراحل حیاتی کار است. کوچکترین عیبی، جوشکاری ناقص یا مفصل ضعیفی که حتی به سوراخی سوزنی منجر شود، چه بسا خطرها و مشکلات بزرگ ایجاد کند. با اشاره موافق عکاس مفصل ها، کارگاه شناور جابجا می شود. بعد از چم به ابوالقاسم رضایی یه فیلم دیگه کنسرسیوم سفارش داد. چی بود اون؟ چاهی در مسجد سلیمان آتش کرد، یعنی کار بعدی من شد چاه سرکش. وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم که یک چیز، یک شعله‌ای داره میاد در فاصله 1 کیلومتر، شما نمیتونستید وایسید زیاد تحمل بکنید. در حدود 50-500 متری این
یک کلبه رو خالی، آدم ها همه خالی کرده بودن رفته بودن کنار و مدتی بود که این داره همجور. یه جایی بود درش رو باز که گفتن اینجا انباری شما میذاریم در اختیارتون، یعنی جایی بود که توش پشکل گوسفند ریخته بود، یعنی آدم هایی بودن که توش زندگی میکردن، گوسفنداشون هم پلوشون بوده ها. من وارد این دره که ما واز کردیم رفتیم تو که ببینیم، یه دونه عروسک افتاده بود روی این کار. روی من وارد از جریان کار وارد یه دیتیل میشم ببینید باز چجوری اینا حیاتیه. یه عروسک افتاده بود، از این عروسک های همین پلاستیکی هرچی که هست، تاقباز افتاده بود، از اون چشش بسته است وقتی که میفته بلند میگه یه باغ میکنه، مال بچه ملوش یه آدم های زندگی میکردن، بخی اینا با عجله از اینجا رفتن، این عروسک مونده و اینا رفت. بعد که این درواز شد و اون حرم حرارت آمد شد، یه صورت این عروسک شروع کرد پف کردن، اینجوری شروع کرد به جوش اومد. وایسادم گفتم گرفت، وایسادم اولین شاتی که ما گرفتیم این عروسک وایسادیم روش تا آخرین لحظه که اینا جوش شد غلغل غلغل اینا باز رفت، دو تا چش شیشه آبی فقط بوندش از این باقی و اون لباس ها و اینا همه چیز شد. مثلا چیز شد دیدم عجیبه، این همه حرف رو داره به ما میگه دیگه، احتیاج به حرف داره، داغی رو به ما میگه. حالا فاز ما بود داریم جلوی اینجا وایسیم، از اینجا نمیتونستیم بریم نزدیک به چاه، بعد یه دوربین میبردی وایسی که جلوش با چیز بگیری، باید با شیشه نگه میداشیم که به لنزا از بین میرفت. اینطوری بود قضیه، یعنی ما کار ما اونجا بود یه ذره ذره باید وای میسادیم، یه دیوار شیشه ای شیشه جلوی این میگرفتیم و اونجا میگفتیم و گرم که میشد برفتیم تو دو مرتبه سرد بشه. به این شکل بود کار ما، از دور فقطی بود با تله میتونستیم کار کنیم تا یه مدتی. بعد ببینید آقا فیلم ساخته شد، من حالا فقط اینو دارم، خیلی کار من اونجا سه ماه این کار طول کشید و من سه ماه اونجا بودم. ما رو شب میامدن، صبح میفتیم اونجا، شب میبردن توی گست هاوس دوباره برمیگشیم. من اونجا دوچار چیزم مگس و اینا زیاد، دوچار اسهال خونی شدم که خیلی بلا برای من درست کرد. به هر حال در نتیجه ما آمدیم اینجا، غیر از آتش به چیزای دیگر هم پرداختیم، در محیط و بساط چیز نبود. و اتفاقا شعله اینجا اون قشنگی شعله مال اون مال چاه نفت بود و شعله ها خودشون رقص معرکه‌ای داشتن، هر چی رو میگرفتی خودش بود. این شعله ها حالت چیز داد، یا حالت فشار گاز بود همش و زیبا نبود خیلی. خیلی اینو در جوابشو بدید کار آسانی نبود، بنابراین حق بود که فیلم تبدیل بشه یه چیزی بیشتر از فقط شعله. این فیلم وقتی که ساخته شد بردن در چیز چاپ کردن، این رو چه کنسرسیوم میگرد میبرد تو لندن، تکنیکالر چاپ میگرد، تو اینجا چاپ نکردن. بعد یه دفعه به این میرسن، به اینجا میرسن، هیئت مدیره میشنن، میگن آقا این فیلمی که ما برداشتیم اینجا، این ما بخواهیم اینجا ویترین ما باشه، این داره یه چیزهای نشون بود که به صلاح ما نیست. ولی فیلم هیچ وقت رو اکران نیومد. چاه سرکش بنابراین دفن شد از طرف کنسرسیوم. پتروشیمی یه فیلم خواست بسازه در بندرش شاهپور. الایت کمیکالز شرکت آمریکایی بود که برای کار پتروشیمی شریک شده بود با شرکت نفت ایران و پتروشیمی رو، صنایع پتروشیمی رو درش شریک بودن، که به خصوص اونی که در همین بندر شاهپور درست میشد. من رفتم، یه آدم آمریکایی بود و قرارداده، یعنی کار اولین باری بود که من یه فیلمی خودم به استقلال خودم دیاله می ساختم. اون موقع ما شرکت نور صدا رو تشکیل داده بودیم با شرکت مصطفی فرزانه، احمد براتلو و هوشنگ بهارلو. یعنی شرکتی بود که مصطفی فرزانه با یه آدم های دیگری داشت که اینا حقوقدان بودن، اینا رفتن بیرون، بنابراین ما شدیم شرکت نور صدا. و اولین کاری که شرکت نور صدا کرد بانک صادرات، مهندس مفرح اولین کسی که کامپیوتر به ایران میاره و تمام سیستم بانک صادرات رو کامپیوترایز کرده بود و همینطوری مرتب هی شعبه درست میکرد. 1500 تا اون موقع شعبه درست کرده بود. گفت میخوام پیرزنه که اون کارگر چارقتش گره زده، اون ده تومنی که اون لا گذاشته یه وازش دیگه نمی کنه، دور چبره بسته چرک شده، اینو بیاره واز کنه بره اون شعبه که من تو کوچه اونا، تو اون کوچه اونا بانکش رو واز میکنم. یه همچین تصویری رو
خواست که در نچه وقت وقتی ما لازم شد بریم ما رو برد اون جایی که سد کرنج یه دهی بود آدران اون بره دریاچه سد کرنج این متعلق به این مهندس مفرح بود در واقع که ما رو برد اونجا و اصلا از اونجا هم یه چیزی تو این فیلم آمده بعد از اون وقت ما در اونجا در اون دفتری که داشتیم در خیابان بسال شیرازی ما اصولا یک اتولیهی برپا کردیم که توش عکس‌هایی شروع کردیم به عکس‌های ترانسپرنسی که نبود هنوز شروعش شروع این کار رو ما کردیم توی ایران در اونجا سازنده ویسی هم با من بود اون موقع که اون اتولیه رو ما باز کردیم اونجا ما کار عکس و فیلم و فیلم‌های تبلیغاتی تجارتی می‌ساختیم خیلی زیاد من خیلی زیاد فیلم‌های تبلیغاتی ساختم برای هر چی تا فیلم هم مثلا آبلمات مینو مثلا تاید مثلا از اینجور چیزها فیلم هایی بوده است که به طور در جای خودش کاره می آمدن آدم هایی بودن که می آمدن از اروپا می آمدن برای بعضی از کارهای شرکت های خارجی بود و می خواستن یک کارهای خاصی بکنن اتفاق برای همین این آمده بودن بعد یه دونه فیلم برای زمانی که مبارزه با بی سوادی بود فراد هرمزی معروف که فاکو پاره داشت در فعالیت پی‌7 برای کار مبارزه با بی‌سوادی از من یه فیلم می‌خواست. هجیر داریوش من رو به هرمزی معرفی کرد. هرمزی خیلی با من یه رابطه مثل دکتر مصاحب پیدا کرد که اصلا تو عالم مصاحب خیلی به من لطف خیلی خاصی پیدا کرد و من اینو برای ساختم در واقع بک‌گراند و گفتار فیلم قبلا نوشته شده بود توسط نصرت رحمانی و رضاییان اینو گفته بود. بعد از این قرار بود فیلمی ساخته بشه الله اکبر به چی های بس بشه به هم دیگه من گفتم این فیلم اگر بنا بشه ساخته بشه حقش باز تبدیل بشه به یه چیزی که نان از آتش یعنی چی اینا دارن کود شیمیایی میسازن کود شیمیایی چیه گازو دارن میرن مهار میکنن گازو مایع میکنن و از این میان اوره میگیرن و کود شیمیایی میسازن برای اینکه چی بزنم برای اینکه بدم پای گندم که گندم بنابراین داره در تمام دنیا این داره وصل میشه و میخواد نون بده دست آدم ها چون اون موقع فقر هنوز هم داره میکنه ولی اون موقع ده به قوه ده برسونید بیداد فقر رو در همه جا از جمله در خود ایران خود ما و بدتر از همه در افریقا جزء برنامه ما این بود که ما بریم در افریقا نشون بدیم گرسنگی رو اون نوع گرسنگی در افریقا بود جزء این فیلم بود جزء سناریوی ما بود قرار من بود با اینا استقبال شدید کرد آلاید کمیکال همون آمریکایی هایی که آلاید کمیکال بودن که شریک بودن به پتروشیمی شرکت نفت دقت کنیم نان از آتش این معرکه هست همچی اسمی نان از آتش یعنی آتش هایی که گازا در قرن یک قرن بوده داشته بی سوخته حالا ازش این تبدیل میشه به نان اینه دیگه تبدیل میشه به نان وقتی میره اونجا این میره توی گندم و اون گندم ها از اینه دیگه اون قوت رو پیدا میکنن بنابراین نان هم اصل کاریه ببینید وقت حالا برای این کار داره یه دستگاهی ساخته میشه که معرکه است از بابت استتیک ساختمان این چیزای مال پتروشیمی خیلی قشنگتر و زیباتر از و جالبتر از چیزهایی بود که مال پالایشگاه خود نفت بود این قصه که ما تجربه که نیشدار رو ما گیر آورده بودیم من برای اینجا به کار زدم من بردم اونجا یه چیز بوده 200 متر چیز ساختم ترابلینگ ساختم یعنی گفتم که وقتی این آمد بالا از کلنگی که زدن ما شروع کردیم به فیلم برداری آها اون کسی که با من قرار داد بست در اینجا گفت با دلو میخواد هر چی ممکنه کوتاه گفتم طبیعی است باید کار رو برسونیم به هر چی که ممکنه فشرده تر که حتی یه فریم اضافه نباشه که اگه ورداری از فیلم کسر بشه اینه مثل نوشتنه ایجاز یعنی که جمله‌ای بنویسید شما که اگر یه دونه سیلابشو بردارید از معنی کم بشه اگر یه دونه زیادی بذارید از معنی زیادی بیاد اونو باید بذارید دور اگه کم داره باید بذارید سر جا یعنی باید ایدئال الگوی کار یعنی این در همه جا همینه یعنی مونتاژ فیلم نمونه ایجاز در نوشتنه گفت که شما هر دقیقه از این کم بکنید ما معادل دقیقه به شما میدیم یه چیز عجیب و غریبیه این حرف اصلا من بخواستم زبون شما چی کنم این حرف اون فهمیده بود کار یعنی چی ما این کار کردیم به مرتب میرفتیم فیلم برمی داشتیم
یه دونه شاته که روی این 220 متر که پیچ و خماش برای خود بر حسب اون ما درست کرده بودیم که کجا حرکت ما چی باشه تو لابلای این لوله ها و اینا. این یک ربع طول میکشید این حرکت. یک چند جلسه دیگه رفتیم، جلسه ها متوقف شد، بار دیگه خبر نمی کنن. جزء کارهای ما یکی این بود که ما باید بریم در اصفهان، از برج کبوترهای اصفهان هم چیز جزء سناریوی من بود، مظاهر فرهنگی درخشانیه، از بابت کار فیلم برداری چیزهای تحفه‌ایه. دیدید که چیه برج کبوتر؟ که توش میرید اون حفراج کبوترها هستش که فضله میزن، فضله ها جمع میشه و بهترین کود فضله هاست. خب ما میخواستیم قضیه کود رو بکنیم، بنابراین این چیزها نشون دادنش ببینید توی همچین فیلمی جا داره. بنابراین برنامه ما به این رسیده بود که ما حالا الان باید بریم در اصفهان. حالا این فیلم هی به ما فرضیم عوض شد، به عنوان رئیس روابط او یه آدم دیگه شد، اسمش یادم نیست، همون فرضیم که دوست من بود که من معرفی کرده بود به الایت کمیکال که این قرارداد با من بسته بودن که من با اون پیش پرداخت تمام وسایل فیلم بداری من با اون اصلا خریدم، رفتم اروپا و اکلر رو اینا خریدم، دورون اکلر خریدم، رفتم سوئد چیز رو گرفتم، زمان 25-250 گرفتم، رفتم سوئیس مثلا ناگرا خریدم، یه چیزایی با همون اون 250 هزار تومان جواب همه اینا رو داده بود. مثلا ما مسلح شدن ما با اون این بود که توی بعدها تو نور صدا شد ابزار کار ما. ما دیدیم که اون آقایی که جای فرضیم آمده بود، من میگم آقا با این مونده این کار ما بود بریم جلو، میگم آقا صبر کنیم ما وقت خبرتون رو کنیم، صبر کنیم خبرتون رو، صبر کنیم خبر میکنیم. یه روزی او به من تلفن زدن که آقا برید هفته دیگه برید برج کبوتر مال اصفهان رو بردارید. چون قدم بعدی ما این بود، بود میریم، آماده شدیم که بریم. من فیلم باد صبا رو انگلیسیشو من گفته بودم، گفتارشو نوشته بودم، در واقع ترجمه آزاد از فرانسه کرده بودم، گفته بودم. با لاموریس من دوست شده بودم. لاموریس علت اینکه اجازه داد که من اینو بگم برای خاطر بود که فیلم چیزی دید و نیشتارو رو دیده بود، ولا بخواست ول کنه کار رو، باد سواری که بخواست بسازه، چون بخواست اورسون ویلز این صدا رو، این صدای انگلیسیشو بگه. ببینیم الان باز برگشتم به عقب، ما هم داد به ما، ما فیلم رو ترجمه کردیم آزاد به انگلیسی، بعدم رفتیم و 16 روز ضبط گفتار فیلم باد سبا به حسب میل چیز طول کشید. سبک کار اون برای گفتار به کلی با مغایر با مال من بود. اون میگفت میگه جوه جوه، هی میخواست بازی بکنی، میخواست تشدید بکنی، میخواست یه خود حالت دراماتیک زیادی بهش بده. این با سلیقه من سازگار نبود، ولی خب من کارگردان اون بود و ما هی جوه جوه کردیم این کارو، اینو فتیله بازیگری رو بردیم بالا. وقتی رفت به برد اینو به پاریس، برای من یه نامه نوشته اونجا. نوشته اینو ما آوردیم اینجا نشون دادیم به جایی که باید نشون بدیم. سته کنسیدره کم اکسلان. عالی تشخیص داده شد. بنابراین من الان میام تو ایران، اومد اینجا به من گفتش که گفت حالا من دیگه چیز میخوام. تو باید گفتار فرانسویش هم برای من بگی. گفتم من فرانسویش نمیتونم بگم. فرانسوی من چیزی که به درد کار بخوره نیست و نبود. حالا هم نیست. هنوز هم نیست. اصرار گفتم غیر ممکنه. گفت من اینو تو باید بکنی و من میذارم پلیتو. گفتم اگه این ماه ها، گفت 6 ماه برو کار کن، باید کار بکنی، اینو تو باید بکنی. و چیز رو اصلا گذاشت پلو من رفت. گفت با فارسیش هم برو دیگه هر کاری خودت بخوای بکنی. بنابراین فارسی رو من، اجرای فارسی من در باد صبا به کلی به اختیار خودم و حتی گفتار به نوشتش هم فاصله تا یه حدود بیشتری گرفتم از اصل، ولی اصل قضیه نگهداری شده. ایده اصلی رو کار پیتر چلکوفسکی، یه لهستانی بود که در ایران دکترای ادبیات گرفت و عاشق ایران بود، کسی که ایده باد صبا رو مطرح کرده بوده اون بوده، گفته بود یه چیزی در زبان فارسی تو شعر فارسی باد صبا هست که تو اگه اینو بفرستی برای هلیکوپتر دور مملکت میگرده عکسای خوب میتونی بگیری. این عاشق این حرف میشه و این رو آداپته میکنه. تمام جاهایی هم که توی باد صبا هست بیشترش رو پیتر چلکوفسکی و دوستان همون خارجی هایی که دور و برش بودن، فرانسوی هایی که ایران رو عاشقانه دوست داشتن به این یاد دادن.
از جمله همون یکی بغداری همون ایوان بهش گفته بود کجاها بره که بگه آقا شو اینجا هم که ما دارم اینجا رو شماها گفتید اونجا به ما چیزی نشون ندادن که به درد بخوره که آخرش ایشون بهش مجبور شد که گفتن اصلا این کار ایران رو نشون نمیده و از بالا بالاها گفتن که این باید عوض بشه بنابراین باید شما باید صنایع رو هم توش بذارید و ایران امروز و افتخارات امروز هم بذارید این بدبخت این کار شد یه مش رفته بود شیر پاک و اینا صنایع رو شیر پاک و یه چیزای اینطوری گرفته بود یه چیزای مونتاژ کرده بود بهتون اگه بگم خندتون میگیره شباهتی داشت مونتاژش از توی کارخونه‌ای که رفته بود با همین نیشدارو نوع اپروچش یه مقدار شبیه به این بود تفلکی برای اینکه الان اونو دیده بود این بود فلواقع عرض کنم بوجود همین قضیه باعث شد که برخورد کرد با اون هفته ای که به من گفتن که از برای این رفتم الان یاد سباد سبا افتادم بنا بود من برم اصفهان اونو بگیرم رفتی دیگه لاموریت گفتش به من قبل از این گفتش که این فیلم من حالا تو این کاری کردی الان بگو ببینم نظرت راجع به فیلم من چیه نظرت رو تالا نگفتی گفتم بهش که c'est un très beau film mais il n'a pas d'entraille یعنی یک فیلم است بسیار زیبا ولی دل و روده نداره گو یعنی چی گفتم یعنی این که باد سبا داره دور من میگرده داره میگه این کاری کردم اون کاری کردم دیدید لابد فیلم رو دیگه اپن از جمله یکی از مهمترین حرفاش اینه میگه رفتم رسیدم به شهر بادگیرها داره وارد یز شده میگه رفتم از بادگیر رفتم پایین رفتم توی خونه گشتم ساکن شدم هوا رو خنک کردم گوشه کنار رو تماشا کردم و آگاه شدم بر رازهای خانگیان و بعدم زدم بیرون زدم به چاک به سفرم ادامه گفتم دل روده اونجاست که این باید بره تو اون خونه که از دوباره رفته بره اون تو اون خانه ها رو ببینید من تو رو ببرم تو ابرقو ببینید چه خونه هایی که از 800 سال پیش ساخته شده هنوز توی زندگی میکنن هنوز بیرون اندرونی داره حرم سلام حتی توش از زنهای چندگانه هستن بچه توش مثلا 15 تا بچه داره قالقول میکنه تو ابرقو دیده بودم اینا رو گفتم یه جایی اینجوری تو باید بری اونجا نشون بدی این داره چیکار میکنه تو اونجا گفتم تو همه گفتم جایی که تو این کار کردی تونستی این کار رو بکنی درخشانه نتیجهش وقتی رفته تو ایلیاد داره راجع ایلیاد حرف میزنه از بالا ببینید اون زنهای بختیاری که دارن میرن درخشانه کاری که میکنه روی زمین هم دل فروز گل عزیز دلومی گل ولی یه جایی میره هیچ همچی چیزی نیست فرصتش رو پیدا اصلا اجازهش رو پیدا نکرده بعضی جاها در نتیجه دل روده اونجا که میره دل روده در اوج گفتم اونجا هست عالی ولی بیشتر جاش نداره تو داری از بالایی یه چیزایی میگی و میره با گفتار اینو داری پر میکنی گفت براش خیلی گفت تو حاضری بیا با من همکاری بکنیم من این کارو بکنم یعنی خواست که من مثلا بشم مشاورش اسیستانش گفتم افتخار میکنم با کمال می خیلی برام مغتنم بود این حرفی که زد گفت حالا هفته دیگه بریم ابرقو گفتم هفته دیگه من باید برم چیز چلغوز کفترا رو بگیرم در برج اونجا جزء کار باش باید برم اونجا بگیرم یک سال من منتظر این کارم و باید برم این کار رو بکنم و به ضمنان مقدمات در ابرقو رو نمیتونم همینطوری پاشیم بریم این باید وزارت فرهنگ بیاد این رو بنویسه و گفت پس من برم یه صدارم بگیرم صدام جزء کارهایی که کدام کار تو صدار رو بگیم هفته دیگه برمیگردم میریم از پهلود من نامه میگیرم که در اصفهان ترتیب این کار رو بدن ما رفتیم برج کبوتر رو فردا پس فردا گرفتیم رفتیم به وزارت شعبه هنرهای زیبا در اصفهان اسمش بود صاحبش رئیسش آقای عطارد که ترتیب برنامه این بدید سفر بکنن که بتوانند برن در ابرقو و بتوانند فیلم های از داخل خونه های ابرقو بگیرن این آقای عطارد این نامه رو خوندش گفت این همون فرانسوی است که این گفت برای گفت این مرد گفتم چی؟ من پریروز باش قرار گذاشتم گفت خب این دیروز مرده گفتم آقا چی؟ یه روزنامه اطلاعات داد دیدم عکس لاموریس اونجا و داستان این که هلیکوپترش رفته گرفته به
سیب چیچی بالا هوانی روز بالا پرکتیس هوانی روز بوده که روش اون قبه قرمزه که الان هست اون باقی نبوده سینه خالی بوده این 16 تا که بعد از بعضی که نشش رو پیدا کردن فیلم قبل از اون کشف کردن افتاده بود رفتن فیلم از تو چیز در آوردن ولی نش نبود نش و بعدها ول شده بود بعد اونم بعد پیدا کردن و علاقه من اونجا بود این فیلم ها رو برده بود ظاهر کرده بود در لابراتوار وزارت فرهنگ هنر و جواب داده بود فیلم ها بعد از اینکه سه هفته تو اینجور بوده منتها فیلم ها نشون میداد که خرابه سبز هی سبز بود آبی بود سبز بود آبی بود اینطوری میزد چون مدتی تو آب بوده دیگه برای این فوری علاقه من اونجا بوده میذاره توی سطح میبره اونجا میده همین شاید سیروس اینو باز میکنه درست چیز میکنن ندایت و پل بود بعدها به من گفت من با این چیکار کنم گفتم اینا رو باید دو مقدمه بذاریم هر 16 تاش رو باید بذاریم صدای بادم بذاریم و قصه ای رو بگیم گفت برو بکن من این کار کردم اتفاقا در واقع با اون مونتاژاش هم کردم و شیطنت هم کردم گفتم اینو ما بذاریم میگیم داستان تراژدی اینو میگیم نمیگیم این بنا بود که بره اینجا رو بگیره اون چیزی که گرفته ایناست زشت ترین شات های عمرشه در خودش پشت این دوربین بوده و این میره وقتی 16 تا رو میگیره هی میبینه یکی از یک چیزی به درد بخوری نیست که با این استتیک این بسازه بیاد به اینا بچه هاش هم اونجا بوده اون پاسکالی که تو همون که فیلم بالون روش هست فیلم بادکانه قرمز اونم بوده توش علاقه بند هم بوده مازیار پرتو هم بوده چند تا آدم های دیگه هم بودن که خیلی هاشون الان مردن اینا میگه آقا شما پیاده شید من بتونم آزادتر رو گینه ریکوتر بلکه بتونم یه شاتی بگیرم این دفعه که میره بالش میگیره به اونجا و بیره تایدن این شکل دراماتیکی که اینجا اتفاق افتاده یک روز همچنان که سرگرم کارم بودم بارها و بیان که اقدام خاصی کرده باشم دیدم که بعضی از قالی ها به طرز عجیبی پرپر میزنند بعد قالی ها مثل اشباح خودشان را به این طرف و آن طرف پرتاب کردند در بحر این اتفاق غریب رفته بودم که صدای قهقهه وحشیانه ای در پشت سرم وادارم کرد که سر بگردانم و وای وحشتا بله خودش بود برادرم باد دیو ما دیدیم تمام ابرقو و بلان و بادگیر و تمام اینا با پیش باد شد رفت پیکارش ما برگشتیم با اون فیلم چلغوز کبوترا برگشتیم به تهران و باز منتظر شدیم که فیلم بریم فیلممون رو بعدها ادامه بدیم بشین بشین باز خبری نشد بشین 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 باز خبری جسد به ما دیده جز تلفن میکنه از خود شرکت نفت آقا این فیلم نان ازاته شد منتاج شد بیاد شروع کنید گفتم ما تازه شروع کردم ما فیلم اینا که گرفتیم یه مقدماته گفتن نه فیلم کافیه ما دیدیم کافیه فهمیدیم که الایت کمیکال از ایران رفته سهامش رو فروخته و رفته بیرون از پتروشیمی و پتروشیمی به عنوان یک واحد مستقل که به کلی اختیارات مستقل شد چیزش گرفته شده اینو بردن دوباره توی شرکت نفت اقبال آمده بود شده بود مدیر اون اقبال شده رئیس چیز و منشی داره اقبال به نام آقای نوید اینم رفته بود این شاتای همونا که ما گرفته بودیم گفتم تصویر خیلی قشنگ بود اینم دیده بود گفت این دیگه عالیه خب اینم دیگه اعلیحضرت میرن اینو افتتاح میکنن شما فقط این مونده که افتتاح اعلیحضرت رو بگیری میگم آقا فیلم دیگه مقدمات بگی نه این مقدمه همین برامون این داره نشون همون یارو قاتل جان من همون 200 متریه همون شاتی که معرکه است چون نشون ساخته شده بنا هنوز تمام نشده خیلی کارهای دیگه بعد از اون داشت تا شاید مثلا 2 سال دیگه بیشتر طول کشه تا تمام شد بریم ما 2 سال معطل بودیم بعد از 2 سال این داره میشه حالا ما معطلیم و در این میانه داریم فیلم های تبلیغاتی چیز میسازیم حالا اینجوری تو فیلم های تجارتی همین تاید و ماید از این حرفا میسازیم بهار رو خیلی ناراحت بود از این قضیه برسم فیلمش برداره بهار رو نیامد برای فیلم برداریش یک کسای دو تا فیلم برداره دیگه بردیم با اونجا دو تا فیلم برداره دیگه بردیم که بریم افتتاح این کار آقای دکتر اقبال یه نطق قرایی کرد برای اینجا خودروهای برقی بود شاه آمد با دکتر اقبال سوار این شدن راه افتادن این تمام همون حرکاتی که فیلم ما هم کرده بود با اون که رله مونده با اون رفتن دونه دونه وایسادن و توضیحات ایشون دادن
دکتر اقبال آدم ها میرفتن اونجا و شد که این چیه این چیه این چیه و علازاد آمد به یه جایی ته کار رسید و یک دفتری گذاشتن جلوش یه چیزی رو امضا کرد بعدم رفت بعدم من یک دونه آخر کار یه دونه یه کشتزاری رو من گرفتم که توش یه مش دقیقا اسمش نان از آتش دیگه یه کشتزاری رو گرفتم که توش باد داره موج میزنه سبزه با این فیلم روش بیاد پایان دیگه اسمم روش نذاشتم نطق دکتر اقبال کردیم گفتار فیلم این شد نان از آتش یک شرکتی بود که الان اسمشو من یادم رفته اون شرکت رو یک شرکت آمریکایی بود که این کسانی بودن که آمدن قضیه لوله کشی گاز و تأسیسات گاز رو در بید بلند اونجا یه تأسیسات بزرگ پروسسینگ گاز درست کردن و لوله کشی های گاز کردن اینو ما فیلم برداری کردیم فیلم خیلی قشنگی شد یه فیلم نشون میداد که چه اتفاقی میفته و آدمایی که کار آدمایی که توش فعالیت میکردن و کارگرا و اینا بسیار فیلم قشنگی شد الان من اونو ندارم اینو رفت در آمریکاست الان اون هستش فیلمی بود که بردن برای کارهای خودشون که بعدن دو مرتبه یه لوله گذاری از گچساران به تهران هم گرفتن که بعد منتهی میشه به شاه عبدالعظیم شهر ری که پالشگاهیه که اون در حدود یک سال کار بود یک سال این کار بود که اون فیلم ما اونم من برای اینا دوباره ساختم که وقتی تموم شد که اصلا شروعش در نیویورک نقشه کشی اینه و پایانش در شهر ریه فیلم آماده شده بود برای گفتارش ما داشتیم صحبت میکردیم و اونجا هم دوچار چونه زنی شده بود با اینا از بابت اینکه عبور میکردن اسمی هم نداره این فیلم هنوز اسمی هم الان نداره میفهمید چرا از توی جنگل های توی میدونی توی چیز جنگل های هست تو دسفول و جنوب اینا ما جنگل داریم درخت های متعدد درخت های اون مناطق هاره هست میدونی اینا رو آدم ها نمیدونن فکر کنن جنگل فقط در شمال تو همچنین جنگل ما تو زاگرس هم خیلی داریم حرکت این لوله ها تو این جنگل ها بود و بولدوزر ها می آمدن این درخت ها رو یکی بعد دیگه می داختن و می رفتن درخت ها شپلق شپلق و توی این جنگل پر از گل های شیویدی گل شیویدی اینال گل شیویدی هایی که تو باغچه های بابا تو این جنگل پر بود توی اونجا یک شات اعلای این کار هست که این درخت ها درخت های تنومنده مثلا 100 ساله یو می افته زمین رو این داریم بکنه این علف ها و اینا رو به خودش بولدوزر میکنه دور بر اینا پر این گلای شیویدی گلا دارن با این درخت ها نعش درخت ها و نعش گلا دارن با بولدوزر اینا رو میکشه میبره بالا طبیعتا آدم نمیتونه از این سر نظر کنه دیگه من اینو حسابی بهش پرداختم با این یه دفعه گفتن آقا اینو باید ورده گفت آقا این افتاده گفت افتاده باید اینو ببریم نشون بدیم تازه صحبت محیط زیست و اینا یه ونگ و ونگاکی بود ولی نه به صورت امروز به صورت امروز بود که اصلا نمیشد میگفتم باید بردارین برای که اینا برای ما باید گفتم امکان نداره بردارن ما در حال گفتگو بودیم در بحبوحه این گفتگو بودیم انقلاب شد و یه دفعه اصلا اینا ببینید رفتن دیگه از ایرون دیگه نبودن در نتیجه اون فیلمه الان همینطوری به شکل مرده هست اینجا گفتاری هم برایش گفته نشده پیش پرداختش هم اونا به ما دادن ولی پس پرداختش معطله کاری نشده اسمی هم نداره بنابراین نمیدونم چی اون لوله کشیه از گچ سرانه به شهر رید